همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی حقوقدان که از لس آنجلس با ما همراه شدن. خانم بنی هاشمی، اعضای تیم حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شدن. نظرتون در مورد افرادی که عضو این هیئت هستن چه هست و اقدام بعدی این هیئت چه خواهد بود؟ درود به شما و تمام بینندگانتون. تا اینجا به نظر میرسه کسانی که در این کمیته حقیقت‌یاب انتخاب شدن افرادی هستن که میتونن به معترضین در ایران و وضعیت ایران رو به خوبی درک بکنن. اول از همه این که دو نفر از آنها از کشورهایی دارن اصالتاً میان پاکستان و بنگلادش که هر دو کشور مسائل بسیار شبیه به ایران داره در ارتباط با مسائل زنان و مسائل اسلامی هم به همچنین، یعنی مسائل دینی، مسائلی که ریشه در واقع قانون فقهی و شریعت داره که به خوبی به نظر میرسه که اونها از این مسائل آگاه هستن و همینطور نفر دیگه هم به اصطلاح تجربیاتی در ارتباط با کارهای حقوق بشری داره. هر سه نفر افراد بسیار با تجربه‌ای به نظر میرسن که در ارتباط با کارها و پرونده‌های دیگر حقوق بشری قبلا به اصطلاح درگیر کارهای بسیار مهمی بودن و خب در به اصطلاح سطوح عالی هم در واقع شناخته شده هستن. کاری که الان اونا باید بکنن این هستش که مشخص بکنن که در واقع از چه طریق و چه تیمی میخواد با اونها کار بکنه و دسترسی به مستندات اونها به چه صورتی خواهد بود. امیدوارم که هر گونه به اصطلاح اقدامی که بشه راهی رو باز بکنن برای افرادی که بتونن به صورت مستقیم در داخل ایران یا خارج از ایران با این گروه ارتباط بگیرن و اگر لازم هستش به اصطلاح مستندات و مدارک خودشون رو بدون واسطه به دست این کمیته حقیقت یا برسونن. خب خانم بنی هاشمی، گزارش این تیم چه عواقب حقوقی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری سرکوب کرده، جنایت انجام داده؟ سرکوب که مشخصه. درسته، همینطور. ببینین الان همونطور که از نام این کمیته مشخصه، من فکر میکنم که تمرکز این کمیته بر مسئله حقیقت یابی در حال حاضر باشه و تصمیم برای آن چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به نظر من میتونه یه مقداری نامشخص باشه. این که به اصطلاح نتیجه این مستندات قطعا میره به سمت اینکه مسائل در سازمان ملل مطرح بشه و احتمالا اگر بخواد اونجا استفاده بشه یا اگر اینکه به اصطلاح شانس این باشه که در دیوان بین المللی کیفری آیا در اونجا مطرح بشه، اینا مسائلیه که الان نمیتونیم در موردش به درستی و روشنی اظهار نظر بکنیم. اما خیلی مهم هستش که اگر این کمیته حقیقت یا مستندات خودش رو بتونه به خوبی آماده بکنه برای آینده هر گونه دادگاهی که شکل بگیره یا حتی اگر هر گونه اتفاقی یا اکتی که بخواد از سمت سازمان ملل برای ایران اتفاق بیفته، در واقع میتونه مستندات این کمیته حقیقت‌یاب بسیار کمک کننده باشه.